دیگر از ضرر گناه چی است که قلب انسان وحشت میگیره، ترس، وحشت. دیگر از ضررش تأثیر الامور، مشکلات در زندگی پیش می آید. مشکلات، اینقدر مردم امروز از مشکلات شکایت دارند. هیچ میگم این کارم پیش رو نیست، علتش گناه است. نمازات نمی خونی، زکات نمی تی، با می خواهی که چی کارت پیش برو. و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا و نحشره یوم القیامه اعمى. الله در قرآن میگه هر کسی که از ذکری من رو میگردم از زندگیش تنگ میکنم، زندگیش تنگ میکنم. در یک روز پنج مرتبه الله تر امر میکنه که نماز تا در وقتش بخون، نماز نمیخونی، امر خدا را ترک میکنی، صاحب رزق تا، صاحب عمر تا، نفس هایی که میکشی صاحبش خداست، حق او یعنی اون که نعمت برات بخشید حقش ادا نمیکنی، با دعا میکنی که زندگیم خراب است. خدا را بشناس، به سوی خدا برگرد. و محق البرکه، در خانه برکت نیست، نه در همسر دیگه برکت است، نه در فرزند برکت است، نه در کسب و کارت برکت است، نه در عمرت برکت است. باور بکنین این برکت، برکت یک سرباز الهی است. اگر الله برات بخشید عمرت خوب میشه، حیاتت خوب میشه، برکت میبینی ده فرزند و ده همسر و ده خانه، ده عمرت، ده کسب و ده کار و برکت، برکت. اما برکت الله از تو گرفت، اگر همه چیزم که داشته باشی بدبخت هستی، زیر برکت نداری. همسرت هم از تو اطاعت نمیکنه، فرزندم اطاعت نمیکنه، در کسب و کارت برکت نیست، اعصابت خراب است. برکت وقت گناه علت میشه که الله برکت از انسان میگیره. و قلت التوفیق، توفیق نیست، موفق نمیشی، نقشه میکشی نقشت موفق نمیشه. اینم علتش چی است؟ گناه است. گناه و تولید السیئات، گناه بالای گناه زم میشه. وقتی یک گناه انجام میتی بعد از او گناه، این گناه سبب میشه که یک گناه دیگه انجام بدی. و هوان علی الناس، یعنی انسان ها را خار و ذلیل، یعنی وقتی انسانی که گناه میکنه نزد مردم ارزش نداره. همین کسایی که مدمن الخمر هستن، شراب نوش هستن، در جامعه چقدر به ارزش هستن، همین خیلی هست یا نیست؟ و لعنت البهائم، حتی حیوانا بر او لعنت میگن. کسی که زیاد گناه میکنه حیوانا بر او لعنت میگن، زیرا همین ضرری گناهی همین ابله با ما حیوانا هم میرسه. اما حیوان هم آب ناپاک میکنه، حتی هم آب ماهی های بحر از این ناپاکی این ضرر میبینن. ولی بس ذل، خار و ذلیل شدن در جامعه. خب و در قلبش مهر زدن، کسی که زیاد گناه میکنه الله در قلبش مهر میزنه. مهر، مهر نفاق بسیار خطرناک است. اگر الله بر قلب انسان مهر بزنه این بسیار خطرناک است، دیگه حقیقت او پیدا نمیکنه. چشم داره اما حقیقت پیدا نمیکنه. وقتی که بر چشم قلب الله مهر زد دیگر انسان بدبخت میشود. و علت این مهر چی است؟ برای چی؟ زیرا گناه میکنه. گناه و فساد در فسادی میاره، در خشکی و در تری. غیرت از بین میبره، حیا را از او میگیره. و الوقوع فی اسر الشیطان، اسیر شیطان میشه کسی که زیاد گناه میکنه. و سوء الخاتمه، و نهایت وقتی که ملک الموت به سراغ جانش میآید، در وقتی بدبخت میشود، سوء الخاتمه را الله نصیبش میکنه و عذاب آخرت. این همه دنیاست، بعد از اینکه ملک الموت سراغ به سراغ جانش آمد با عذاب خدا در اونجا او را انتظار است. لکن برادران عزیز، با میگم که در رحمت باز است، به سوی خدا برگردیم، توبه کنیم، خدا ما را میبخشد.